هشدار آمریکا برای گروه‌های تروریستی در افغانستان. مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آمریکا بعد از این اجازه نخواهد داد تا افغانستان بلانه‌های امن تروریستان مبدل شود. آقای مستر در ملاقات با رئیس جمهور غنی تأکید کرد که مبارزه مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی تروریستان را دیگر مجالی نخواهد داد تا افغانستان برایشان مکان امن باشد. در پلوی این مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های آمریکایی گفته است آنچه روشن است این است که خطرها در افغانستان به سطح بلندش است. اما واقعاً استراتژی آمریکا در قبال افغانستان چی است؟ آیا استراتژی در حال تغییر است و یا هم استراتژی 15 سال در حال تطبیق است؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانم آقایان سید عبدالمقدم امین تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای اسدالله ولبلجی تحلیلگر مسائل نظامی و همچنین آقای حکمت الله حکمت تحلیلگر مسائل نظامی. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای ولبلجی بفرمایید، با توجه به حرفای مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، آمریکا در این مقطع چه استراتژی در قبال افغانستان دنبال میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مجد دکتر صاحب استاد، خوب وقتی که آمریکا داخل قضیه افغانستان شد بعد از 11 سپتامبر زیادتر، او قوی نظامی آمریکا در اینجا آمد و ما شما میگیم کشورهایی که در عضو ناتو بودن یا کشورهای دیگه به اساس اعلامیه شورای امنیت ملل متحد که در اینجا تعریف جدید از تروریسم کردن که در اینجا خب قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قاچاق اسلحه، مواد اتمی به همین شکل در شامل تعریف شد و در اونجا گفته شد که در هر کشور حق داره که در هر جایی که مورد حمله تروریسم قرار میگیره یا تروریست قرار میگیره اقدام بکنه خودش. نه این سابقه تو نبود که این در حساب قوانین بین الملل یک سلسله مراتب دیگه وجود داشت. به این اساس امریکا وارد افغانستان شدن به خاطر که اسامه بن لادن در اینجا بود، القاعده اینجا بود و طالبا خود ملا مدن بر طوری که او توقع داشتن امریکایی و پاکستانی و عربستان سعودی این همکاری نکرد برای با امریکا. به این سبب قوات های امریکایی داخل افغانستان شد به خاطر از بین بردن تروریسم. اما بعد از مدتی ما دیدیم که امریکایی قوات خود از افغانستان کشیدن بدون بازیجاد. روس ها چندین مرتبه انتقاد کردن که وظیفه را که ملل متحد برای امریکا داده بود و وظیفه ناتمام ماند، از افغانستان خارج شد بعد وظیفه را انجام می دادن. این حالی به وقتی که امریکایی ها از افغانستان خارج شدن زیادتر توجهشان بالای عراق شد، در اونجا جنگ عراق شامل برنامه شد. افغانستان، موضوعات افغانستان کمی از یاد رفت و بعدا خب ادعایش که با وجود آمد یک صحنه دیگری رقم زده شد در سیاست های بین المللی و اینجا امریکایی ها بازد توجه امریکایی ها یک دوباره مراجعه کردن امریکایی ها به افغانستان پس از فعال شدن روسا در سیاست بین المللی گپ صورت گرفت، خصوصا در سوریه. این اول پای روسا خب با توجه به همین مغلق شدن آقای ولبلجی، مغلق شدن وضعیت امنیتی افغانستان و بیشتر فعالیت های گروه های تروریستی، چرا که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگه که اینجا بیشتر اجازه داده نخواهد شد تا افغانستان به لانه های امن تروریسم مبدل شود، فکر نمی کنید که این حرف بیشتر در حد حرف میمونه نه اینکه واقعا اقدامات عملی برداشته شود؟ خب اینجا ببینید، در افغانستان ما چندین رقم طالب داریم. نه سابقه تنها ما طالبای ساخت پاکستان بلد بودیم و کمتون ایران. این حال طالبای روسی هم ایجاد شده و قراری که گفته میشه افواته است. چینایی ها در اینجا علاقه مند هستن، هندوستانی ها علاقه مند هستن. این حال دایش، موضوع دایش
در سوریه علاقه‌مندی روسیه رو جلب کرد و روسیه در اونجا خودسرانه آمدن عمل کردن در یک جهت به صفت یک جهت در اونجا قرار گرفتن. فعلا روسیه در لیبیا بسیار فعال هستند. در دین در تمام کشورها تقریبا و افغانستان یک نقطه بسیار حساس استراتژیک است جغرافیای خود افغانستان و جا پاکستان تغییر سیاست داد و رفت به طرف روسیه تقریبا ترکیه تغییر سیاست داد را تقریبا با روسا هم نوا شد یک پکت به وجود آمد بابنی فعلا در آسیا ما و شما تنها میبینیم که هندوستان همکار است با امریکایی ها در اینجا فعلا در عراق یا در سوریه قراری که گفته میشه دایش که در شکست میخورن اکثرا میان افغانستان پناه میگیرن و اولی امریکایی خصوصا مردم امریکا که در حدود یک تریلیون دلار در امریکا در افغانستان مصرف کرده و نتیجه می صفر پس در اینجا اینا مجبور هستند که به خاطر جواب بتن برای مردم شفافیت ایجاد شود که در امر کارهایی که در افغانستان کردن پولی را که مصرف کردن به این حساب و خوب به موضوعات فعلا کره شمالی هست این تقریبا باز اینا علاقمند شدن که دوباره در افغانستان بیاین و در جا فعالیت هایشان هنوز هم مثبت‌تر و وسیع‌تر بسازن اکثر کارشناس ها میگن که جمهوری خواه ها زیادتر طرفدار جنگ است تشکر آقای حکمت موضوعی را که آقای مستر اشاره کرده که افغانستان بلانه های توریسم مبدل نخواهد شد در حالی که قضیه برعکس روان است در افغانستان شما می‌بینید تحرکات کشورهای منطقه و یک تقابل کلانی که اینجا در مسئله جنگ افغانستان ایجاد شده و بحث حضور داعش که کلانترین بم آمریکا هم برایش استفاده شد موضوع طالب که یکی از کلانترین نگرانی هنوز هم برای امنیت افغانستان است فکر میکنید که در این مقطع این حرف واقعا حرف خیلی جالب باشه و یا هم حرف جدی باشه برای افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم بابک سبت است ولولجی سبت مقدم سبت است تکنیکی هم کارانو تا اولیدون کو ته سلام و احترام موږ په 2010 کال کې قرار لرو د امریکا متحده ایالات ولسمشر او د امنیت شورا مشاور دا خبره په 2010 کې کوي ولې کله چې شاته ولاړ شو په 2003 کې هم د امریکا متحده ایالاتو دا وخت ولسمشر ویلی و چې موږ د افغانستان د یو بیلګې په توګه په داسې یو هیواد تبدیلوو چې هلته دیموکراسي د نورو دپاره الګو وي امنیت به راولو مخدره مواد به ورکوو ښه اداره به منځته راولو دیموکراسي به تطبیقوو او افغانستان به د نورو دپاره د نمونې په ډول باندې وي چې بیا به دا تغیرات په نورو کې راځي تاسو وګورئ امنیتي وضع تر 2002 او 2003 څه کوي چې تر حتی تر دوه کاله مخکې هم په افغانستان کې د افغانستان په کلو کې د افغانستان په بانډو کې داسې نه ده اقتصادي وضع موږ نه تنها چې یو خودکفا هیواد نه یو بلکې موږ تر اوسه پورې خپل نظامي روزمره مصارف د تیلو څخه نیولې بیا تر مرمیو پورې تر هر څه پورې موږ د خپلو نړیوالو متحدینو څخه ترلاسه کوو راغلو دې موضوع ته چې آیا د امریکا متحده ایالات کولای سي چې طالب او نورې هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت په وړاندې جنګېږي د منځه یوسي امن راولي زه باور لرم چې که امریکا په خپله ستراتیژي کې دغه څه چې دوی وایي وغواړي دوی یې کولی شي خو دا د افغانستان په جغرافیا کې نه بلکې دا په هغه جغرافیا کې چیرې چې نړیواله ترهګیري تمویلیږي ترینینګ ورکول کېږي مالی بودیجه یې ورکول کېږي او هغه متاسفانه چې دغسې یو هیواد دی چې زه یې د نوم اخیستلو څخه هم ډار نه لرم پاکستان چې هغه د امریکا سره ستراتیژیک متحد دی د کلونو بناءً ښه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات خپل فشار د تروریزم پر تمویلوونکو منابعو باندې چې د افغانستان د جغرافیا څخه د باندې د رایه ولي که په جنګ باندې زه داسې په قاطعیت سره درته ویلی سم د یو نظامي په توګه باندې یو چا چې په دې وطن کې ژوند کړی دی کار یې کړی دی او اوس هم د خپلو خلکو سره اړیکه لرم د نظامي د جنگ د لارې څخه د طالب ورکول او یا د نورو مخالفینو ورکول دا ډیر وخت په بر کې غواړي او ډیرې قربانۍ غواړي او افغانان تر څلوېښتو کالو وروسته دغونې قربانیو ته نوره حوصله هم نه لري چې بیا دې په هر کلي کې مور بېزویه سي په هر کلي کې دې بیا جنازې وي افغانان صلح غواړي او د صلحې اصلي کلي زه بیا هم وایم چې د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو متحدینو سره د هغه جملې څخه د پاکستان سره ده دوی دی په ځای دی چې د افغانستان پر جنگ باندې فشار راولي د جنگ پر اصلي منابع او فشار راولي که اگر امریکا بخوای آیا واقعا اول استراتژی جدید اداره آقای ترامپ بس ای باشه که لانه های توریسم
از بین ببره و یا هم افغانستان از گرو گروه های تروریستی آزاد بسازه. امریکایان البته چه پخپل خبرو که دعوایی چه دوی غواړي چې دا د منځه یوسي، خصوصا داعش د منځه یوسي د نړۍ په کچه او د افغانستان په کچه باندې. ولی تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره څنګه شرایط نن نن د شنخای تړون غړي د امریکا سره په دې موضوع کې همکاره نه دي، همغږ نه دي. که په 2001 2002 2008 کې هغوی خپل ترانزیت تور کړی و امریکا ته شرایط تور کړی و په دې جګړه کې امریکا حمایه کوله، نن برعکس د سړې جګړې په شان باندې هغه د جنگ یو بل قطب ګرځېدلی دي. روسان عملا د افغانستان په صحنه کې د افغانستان د مخالفینو سره حداقل اړیکې لري. ایران یو بل بازیګر دی چې د امریکا سره مناسبات فند دي. زه وایم چې کچیر دوی دا کار وغواړي دوی دا کار کولای شي، ولی زه د دوی پر نیت باندې تر هغه وخت پورې باور نه لرم تر څو چې دوی دغه نیت عملی کړی نه وي. او دا نیت هغه وخت عملی کېدلی شي چې د افغانستان په قضیه کې دوی د ګاونډي هیوادونو هغه بد نیت چې تر اوسه پورې لري د ډیرو کلونو پخوا څخه خصوصا د 2001 څخه راوتېده تر څو چې دوی دغه بد نیت همسایګان د هغوی لاس موږ د ګریوانه ونه باسي، زه باور نه لرم چې امریکا دې په دغې ستراتیژي باندې کامیابه سي. البته چې امریکایان غواړي، تاسو وګورئ د امریکا د امنیت شورا سلاکار یو نظامي شخص دی، هغه په افغانستان کې نظامی تجربه لري. هغه ته د افغانستان وضعیت تر بل هر چا ښه معلومیږي چې په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه کول پکار دي. مګر دغه څه کول یوازې د افغانستان په چارواکو پورې اړه نه لري، دا څه کول د منطقې یوه هماهنګي غواړي، دا د نړۍ د سترو قدرتونو سره یوه هماهنګي غواړي. او امریکایان باید په دې کې صادقانه واوسي، نه دا چې یوازې ډیپلوماسي وکړي او یوازې شعار ورکړي. از یک طرف آقای مکمستر میگه که افغانستان با اقدامات نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی به مکان امن تروریستان مبدل نخواهد شد. از طرف دیگر میگه که هنوز هم در افغانستان خطرات به سطح بلندش قرار داره و افغانستان دچار وضعیت شکننده هست. بیشتر اینجا چی سناریوی دنبال میشه با توجه به این کلان در این پرسش ها مطرح در موردی که آمریکایی ها چی میخواهد در بازی نوی که جریان داره؟ آقای ولولجی هم گفتن که پس از یک عقب نشینی با توجه به تغییر اوضاع منطقه و جهان آمریکا بار دیگر میخواهند که اینجا برنامه های تازه را تطبیق بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت جناب ولولجی سی و جناب حکمت سی شما و بینندگان. بله، ما هرچی پیامی که میشنویم پیام جنگ است، پیام خشونت است، پیام کشتن است، پیام ناامنی است، تهدیدهای امنیتی است. هیچ کشوری در رابطه با تامین سر در افغانستان صادق نبوده و به قسمی که خود ما افغان ها هم برای صلح صادق نیستیم. باید بپذیریم که عوامل داخلی به عنوان یک فاکتور اصلی در قضایای ناامنی در افغانستان جایگاهی به خصوص خود دارد. ما هنوز قادر نشدیم که شرکای بین المللی خود بشناسیم. بنان ما میتونیم خلاصه کنیم که سربازای خوبی هستیم برای کشورهای همسایه، برای کشورهای دور و نزدیک، برای کشورهایی که اونا استراتژی دارن، اونا اهداف دارن، اونا میاری حرکت میکنن، اونا کمتر اشتباه میکنن، اونا دوست و دشمن خود در هر جای خوبتر میشناسن. به هر حالت نشستایی که بعد از زعامت جدید در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت، ما شاهد صحنه بودیم که همه ما شما که در مناظرات انتخاب مناظره های انتخاباتیشان چه هیلاری کلینتون چه دونالد ترامپ قطعا به موضوع افغانستان، پاکستان و حتی در مجموع سیاست خارجیشان چیزی مطرح نکردن، ولی در یک تلویحاً در یک جای دونالد ترامپ یادآور شد که ما در برابر تروریسم شدیدتر عمل میکنیم. تنها همین نقطه کفایت میکنه که اونها برنامه خود در برابر تروریسم دارن. تروریسمی اصطلاح تروریسم در فرهنگ آمریکایی مفهوم و معنای دیگه داره. ما افغان ها چی معنا داره؟ به این معنا اونها دشمنی هر حرکتی که برای منافع آمریکا چی در افغانستان، چی در منطقه، چی در خاک اروپا، چی در هر جایی که بوده باشه منافع ایالات متحده آمریکا را تهدید بکنه او تروریست است. ارتباطی با طالب، ارتباطی با داعش، ارتباطی با مجاهدین، ارتباطی با حکومت افغانستان ندارم. و بعد هم می‌بینیم که قرار به این بود که هیلاری کلینتون برنده انتخابات شود و سرمایه‌گذاری‌های هم ارتباطاتی هم که دولت افغانستان داشت، خوشبینی‌های هم که داشت، برنامه‌ریزی‌های هم که داشت
در رابطه با هیلاری کلینتون بود، ولی بعدا میبینیم که یک دفعه در یک خلای فکری و خلای تصمیم گیری دولت افغانستان قرار گرفت، که هم یک مشکلی بسیار بزرگ ما افغان هاست که قطعا درک نمیکنیم که ما به کجا میریم و در کجای تصمیم گیری های کشورهای دور و نزدیک قرار داریم. ولی در بخش دیگه باید ما یادآور شیم که قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم، ما هستیم که تروریست بسترش را آماده کردیم در یک کشور. ما کشور خوبی نیستیم، نه برای پاکستان کشور خوب هستیم نه برای ایران. بالفرض ببینید شما در شرکای بین المللی مان کدام کشور با ما صادق بوده، یعنی ما با کدام کشور صادق بودیم؟ خب یکی از حرفای آقای مستر همین بوده که ما در افغانستان شریک خوبی نداشتیم و اکنون اقدامات برای یک شراکت خوب از سوی حکومت افغانستان برداشته شده. یعنی انتقادات حکومت افغانستان هم حکومت آمریکا هم این بوده، بیشتر سرمنشأ میگیره از اقدامات را که حکومت آقای کرزی در آخرین روزها و آخرین سال خود انجام داد. حال بیشتر اینجا حرکات را که آمریکایی ها به عنوان عقب نشینی انجام داد در مسئله مبارزه با تروریسم و آنچه را که امروز انجام میده، این برمیگرده به اقدامات خود آمریکا و یا هم به اقدامات ما؟ ما هم با دیدگاه میک مستر کاملا توافق نظر دارم و از این را باید باور داشته باشیم که از 2001 به این طرف تا 2024 برنامه امریکایی ها در افغانستان تغییر نمی کند. تنها شیوه جنگ و شیوه برخوردش در برابر تروریسم، در برابر حکومت فرق می کند. یکی مثلا موقف گیری هایی که کرزی سیب می کند، گاه گاهی یک جریان تاریخ مصرفش می گذره، گاه گاهی شخصیت ها تاریخ مصرفش می گذره، تنها حرفش می ماند در بیرون. به صورت قطع والا شما شاهد صحنه بودیم که وزارت وزیر دفاع امریکا چند قبل به صراحت اعلان کرد که حمایت ما از حکومت افغانستان به قوت خودش باقی است. نشستی هم که قبل از آمدن به اصطلاح هیئت بلندپایه ایالات متحده آمریکا به افغانستان، ترامپ در جلسه‌ای که با منشی عمومی به اصطلاح ناتو داشت به صراحت اعلان کرد که ما انقریب برای بازرسی و نوعیت جنگ و چگونگی حمایت به اصطلاح ایالات متحده آمریکا از افغانستان و از سکتورهای امنیتی افغانستان هیئت را ما به افغانستان میفرستیم. خب شما در بخش ما گفتین درست است که حمایت آمریکا هست و آمریکا تعهد کرده به حکومت افغانستان، اما این حمایت چگونه حمایت؟ این پرسش است که آمریکایی ها در بحث سرکوب توریسم این بار واقعا در افغانستان وارد محرکه خواهد شد و یا هم اقدامات موجود هم به خاطر دنبال کردن اهداف کلان آمریکا در سطح منطقه است و بیشتر هشدار به کشورهای منطقه میرسیم موجود. در قدم دوم مطابق سوال شما، بله ما شرکای خوبی به ایالات متحده آمریکا نبودیم یا درک نکردیم که چون در هدف از امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا از چیست. آمریکایی ها خوب در افغانستان عمل کردند، بالاتر از 800 میلیارد دلار بر افغانستان کمک کردن، نیروهای جنگی طالبان را کاملا سیستم جنگیشون از بین برد، القاعده را از بین برد، نیادهای مردمی شکل گرفت، پارلمان به وجود آمد، حکومت به وجود آمد. خب ما مشکل داشتیم، ما نتونستیم که مطابق اون اهدافی که دیروز با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم عمل بکنیم. ما منافع متضاد دنبال کردیم. حالا شما صحبتای کرده است ببینین، حالا فردای پایین ببینین که یک کسی که 12 سال تقریبا زعامت و قیادت رهبری 35 میلیون انسان در این کشور در سطح ملی و بین المللی داشت، الان بارد با آمریکایی ها مقاطعه میکنه و با سفارت روسیه دیدن میکنه و خودش در تقریبا چندین موانع به اصطلاح ایثار زندگی میکنه، از اونجا اکت ملی میکنه. منظور بس که این نیست که ما به احترامی خدای نخواسته با کرزی سی بیوادگاه داشته باشیم، بس می است که ما افغان ها متحد نیستیم، ما افغان ها فاقد محوریت سیاسی سیم، ما افغان ها اقتدار ملی نداریم، قطعا مسائل بین الملل را درک نمیکنیم. این باید بپذیریم که شرکای خوبی نتونستیم به ایالات متحده آمریکا باشیم، ولی در ادامه بس ما این خدمتتان عرض میکنیم که وضعیت در افغانستان وضعیت جنگی است. تا 2024 هم وضعیت کاملا جنگی است. بحث تأمین امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان به هیچ صورت مورد بحث نیست، نه در اجندای آمریکایی هاست و نه در اجندای حکومت وحدت ملی. در رابطه با وسیله ای که یا ابزاری که ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع ملیش بر مبنای اهداف بلندپایش در منطقه دنبال میکنه، طالب هم به عنوان سرباز خوبی میتونه باشه، داعش هم به عنوان سرباز خوبی میتونه باشه و حتی حکومت وحدت ملی هم، هر کدامی از این به زاویه‌های مختلف در راستای اهداف خودش سوق میده.
آنچه که شما هم پیشتر در بحث سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا در مسئله افغانستان اشاره کردید، اما در بحث توریسم یک چیزی که بیشتر دیده میشه اینجا، طالب این روزها بیشتر از زبان هم خاص افتیده، بحث داعش بیشتر پررنگ شده و یک تحلیل هم این است که استفاده کردن بزرگترین بمب آمریکا در افغانستان به عنوان کلان ساختن داعش در این کشور بود. چرا داعش این همه به عنوان تهدید بزرگ مطرح میشه و طالب که کلانترین تهدید برای نظام افغانستان به فراموشی گذاشته میشه؟ هم ببینید نالی طالب تقریبا طرف چین و روسیه و یا زیادتر آلی حمایت میکنن، روابط وسیع تر دارن با طالبا و این داعش یک پدیده جدید است و این که در ساختن پدیده ای پدیده توریستی که دست داشته کدام کشور را حمایه کرده و بالاخره به این وسعت و عمل کرده او را ما نمیدانیم. به هر ترتیب وقتی که یک کشور یک قدرت بالای یک قوت توریستی زیادتر توجه میکنه و او را در هر جایی که فرضاً میگویند که در هر جایی که داعش باشه ما را ضربه میزنیم، حتما یک حرف دیگه وجود داره که امریکایی‌ها به شدت علیه داعش عمل میکنن و این را تا ولی درز نکرده که ما نمیدونیم که دلیل چی است، علت چی است. و ببینید داعش قبلا در اختیار میگفتن که شاید اسرائیل، شاید ترکیه، کشورهای عربستان سعودی اینی کشور ساخته باشن، این همی داعش که ساخته شد این را ولی ما یک بحث فلسفی دارم، منم از خود بیگانگی نه، تا یک مدت یک پدیده به وجود می آید، تا یک مدت تحت کنترل می باشد، وقتی که از کنترل خلاص شد علیه ما کسی که را به وجود آورده قرار می گیرد. این گپ زیاد شده. فرضاً ما در افغانستان پیشینه سیاسی موضوعات اگر ببینیم از زمان امیر دوست محمد خان اگر ما بگیریم، سیاست دوگانه امیر دوست محمد خان سبب شد که او پس انگلیس ها داخل افغانستان شد و برود در بخارا، پیش سرش امیر شیرعلی خان به میشکل، پیش سر امیر شیرعلی خان امیر امان الله خان، پیش سر از داود خان و در یه آخر استاد شهید استاد ربانی نیست سیاست ها در اوجه از پاکستان وقتی که آمدن به افغانستان زیادتر متکی به پاکستان بودن از لحاظ و یک دم سیاست روسی پیدا کردنه این در افغانستان معمول است. این کرزه است یک نمونه بسیار جدید است در اینجا که کسی بود که واقعا مورد حمایت امریکایی ها قرار داشت و حال میبینیم که یک دشمن بسیار جدی علیه امریکا است. ما این برنامه های استراتژی که برنامه های تکتیکی که فرزن از لحاظ استخباراتی دارن قدرت های بزرگ ما شاید تو قدر ندانیم، نفهمیم که در کنی از دیگر چی هست. منطقه ما زوایر قضایی را سرش بحث میکنیم، هرچه که با حکومه پیونده ما میگیم که او را میفهمیم. در اینجا و از لحاظ استراتژیک واقعا افغانستان یک منطقه بسیار زیاد مهم است. در اینجا ما این را چندین بار ما تشریح کردیم از لحاظ سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در اینجا قدرت های بزرگ ولی چهار موضوع حساب میکنند که بنادر کشوری که داره بنادر بسیار بزرگ بحری داشته باشه، خطوط ترانزیتی وسیع داشته باشه، منابع طبیعی داشته باشه و در همسایگی با دشمن ها اینی همین کشور همسایگی با دشمن هایش باشه که غیر از موضوع بنادر بحری ما سه موضوع دیگر را داریم. افغانستان داره ایره، افغانستان با چین همسایه است، افغانستان به شکل غیر مستقیم فرزند با روسیه همسایه است، با ایران همسایه است، اینی ها رقیبای سیاسی و اقتصادی امریکا هستند و در اینجا فکر نمیکنم که امریکایی‌ها به زودی یا به آسانی از افغانستان دست بکشند. ایلایی که فرضاً موضوع نظامی شما بارهای را عرض کردیم به شنوانده های تلویزیون ها که وقتی که خطوط اکمالاتی نداشته باشه یک قوت در اینجا نابود میشه هر قدری که باشه. ما امریکایی‌ها در اینجا حضورشان یک موضوع بسیار موضوع ضعفی که در اینجا وجود داره، نمیتونه اکمالات بکنه قوت های خود ایلایی که به آب‌های گرم برسن، نه کانال ایجاد بکنن، در صورت باز میشه که مورد بحث قرار بگیره که قوت های امریکا در اینجا اضافه میشه یا چطور در اینجا میتونن
باشه. تشکر. آقای حکمت، بحث تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، هرچند آقای مقدم گفت که تا سال 2021 استراتژی آمریکا تغییر نخواهد کرد، اما بر اساس گفته‌های مقامات آمریکایی استراتژی جدید در حال تدوین است برای افغانستان. بحث افزایش نیرو، استفاده مادربم در افغانستان، بحث اظهارات تند و تیز مقامات آمریکایی و چگونگی اقدامات روسیه و چین در افغانستان، فکر میکنید که اگر آمریکایی ها در استراتژی جدید خود هم خواسته باشند که وضعیت افغانستان را کنترل بکنند، در واقع بتونند با توجه به امیر قابطایی که شکل گرفته کنترل شود؟ بابک صاحب، امریکا که یو استراتژی ده یو سیاستونه دی. د امریکا استراتژی په یو شکل جوړه شوې ده چې ولسمشر چې تعینیږي هغه د امریکا په ستراتیژي کې تغییر نشي راوتلی. هغه یوازې لوبغاړی دی د 15 کالو دپاره، هغه څه چې دی کوي. سیاست تغییر کړی دی. موږ د اوباما د ساړه سیاست څخه چې د افغانستان په وړاندې باندې خصوصا د ښاغلي کرزي په وروستیو وختو کې چې درلودلی، د یو ګرم سیاست شاهد یو. په دې معنا چې د امریکا د نوي ولسمشر او د ټیم دلچسپي د افغانستان سره زیاته شوې ده، افغانستان ته یې توجه کړې ده. د ولسمشر د امنیتي شورا سلاکار اولین سفر افغانستان ته، دا یو مثبت ټکی دی. د افغانستان څخه ملاتړ دا بل ټکی دی. په خبرو کې د دې خبرې ویل چې موږ داهش نابودو او هغه هم د افغانستان په جغرافیه کې په ډیر قوت سره، دا هم مثبت ټکی دی. ولې زه باور لرم چې امریکایان د جنگ ستراتیژي د څو نورو کلونو لپاره هم ضرورت لري چې ادامه ورته ورکړي. یو ټکی چې ډیر اړین دی هغه دا دی چې په دغه نوي سیاست کې د نوي ټیم سره د افغانستان د ملي یووالي حکومت څه کولای شي. آیا هغوی به هغسې دومبالروي وکړي لکه 14 کاله چې د افغانستان حکومتونو کړې ده، چې په واشنګټن کې څه جوړېدل او موږ په هغه پسې تللو، او که به موږ خپله یو ستراتیژي ولرو د راتلونکي دپاره د یو مستقل هیواد په توګه باندې، د ګاونډیانو د مناسباتو څخه نیولې، د اقتصاد د تقویه څخه نیولې، د خپل نظامي سکټورونو د خودکفایي څخه نیولې، د دې دپاره باید موږ ابتکار په لاس کې واخلو. زه خوشبین یم هغه تغییرات چې د امنیت په شورا کې په دې وروسته کې راغلي دي، مجرب کسان تعیین کړي دي، خو خدای دې وکړي چې دوی ته دا موقع ورکړي. اما اینجا پرسش مطرح میشه، زمانی که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ میگه که افغانستان هنوز هم در بلندترین سطح تهدیدات امنیتی قرار داره، بس افزایش نیروی آمریکایی هنوز هم روی میز جنرال های آمریکایی مطرح است و از گپای بسیار داغی است، اینجا بیشتر چی چیز دنبال میشه؟ بس وخیم خواندن اوضاع افغانستان پیهم، چیزی که متواتر صورت میگیره طرف مقامات افغان، مقامات آمریکایی، بس افزایش نیرو، استفاده بزرگتری بمب ها، بس سفر مکماستر به افغانستان، بیشتر آمریکایی ها چی رو میخوان اینجا دنبال بکنن؟ په 2015 کال کې ستاسو په یاد کوم وخت چې د امریکا د قوتونو د وتلو موضوع مطرح سوله، په امریکا کې دغسې جنرالان نظامیان وو چې هغوی د افغانستان څخه د نظامي قوتونو د وتلو موضوع ردوله. برخلاف په افغانستان کې د امریکایي قوتونو د ډیرو قوتونو د پریښولو خبره مطرح کوله. ولی اوباما چې تعهد کړی و په خپلو دواړو کمپاینو کې چې دی به د افغانستان څخه قوتونه باسي، افغانستان او عراق به پرېږدي او بیرته به راوځي، یعنی د جورج بوش د جنگ میراث به دی د صلح په میراث تبدیلوي. خو متاسفانه چې داسې ونه سولو. اوس امریکایان دوه انتخاب لري. لومړی انتخاب یې دا دی چې دوی باید په افغانستان کې قوتونه زیات کړي، په افغانستان کې د افغانستان د حکومت مخالفین ضعیفه کړي، بالاخره یو لاسته راوړنه ولري. دوم انتخاب یې دا دی چې دوی باید په همدغه اوسني حالت باندې جنگ ته دوام ورکړي. دغه د جنگ دوام نه د امریکا د سیاستونو په ګټه دی، نه د افغانستان د حکومت د سیاستونو په ګټه دی. زموږ د لوري څخه د یوې کاملا روشانه ملي د ډیرو اکاډمیکو علمي شخصیتونو د خوا څخه د یو استراتیژي جوړول او د امریکایانو سره د اوس لپاره پر دغې باندې بحث کول اړین دي. خدای مکه چې 15 کاله د ترامپ به هم تیری، بیا به موږ د هغه څه په هکله باندې خبرې کوو چې لس کاله مخکې مو کولې، یا به هغه څه وایو چې دا اوس یې ورته وایي. سره زه وایم چې امریکا استراتیژي تغییر نه دی کړی، د امریکا سیاست تغییر کړی دی د افغانستان، او دا د سیاست تغییر زه مثبت ټکی بولم چې اول افغانستان ته توجه ده، بیا د افغانستان په هکله باندې د افغانستان د حکومت سره د ناستې ولاړې او د بحث موضوع ده. د داهش په وړاندې باندې د امریکا د متحده ایالاتو سیاست او د وروستي بم استعمال په چین کې، دا یو اړخ یې دا دی چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د حکومت مخالفینو ته غواړي څه وایي، دا ډېر ضعیفه بخش دی. امریکا په اوس کې د روسیې سره د جهان په څو نقطو کې په ستراتیژیکو مباحثاتو باندې اخته ده، په شرقي اوکراین کې، په کریمیا کې، په سوریه کې، په شمالي افریقا کې او په لاتینی امریکا کې. که چیرې دوی هلته سازشونو ته سره رسیږي، زه د دې څخه ویره لرم چې امریکا او روسیه به داسې توافقات ته ورسیږي چې افغانستان به یا هیر شي
او یا به افغانستان په اړه باندې د دوی توجه افغانستان به بیرته گاونډیانو ته ورته پریږدي. څه چې په 1991 کې د شهید نجیب الله تر رژیم وروسته د سقوط تر رژیم وروسته وسلو چې امریکا په خپل استراتیژي کې افغانستان د پاکستان د نفوذ لاندې یوه جغرافیا اعلان کړل او دغه د نتیجه یې تر ننه پورې موږ تاسې وینو. زموږ افغانانو دپاره په کار دا ده چې ابتکار په لاس کې واخلو، د امریکا حکومت ته دا قناعت ورکړو چې په افغانستان کې نوی سیاست باید د افغانستان د حکومت په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ او په نورو ساحو کې د دوی څخه مطلقه حمایه او په افغانستان کې د مثبت تغییر لپاره کار وسي. نه دا چې موږ تجرید سو، د ګاونډیانو سره په خصومتونو اخته سو. تاسو څو وخت مخکې ولیدل جناب بابک صاحب چې پر موږ باندې د تورخمو د سپین بولدک لاره وتړل سوله، مواد غذایی په کابل کې، په شمالي ولایت کې، د افغانستان په ټولو نقطو کې د یو بیچاره سړي دپاره دوه چنده ته ولاړله. که موږ ستراتیژي د 2001 څخه تعقیب کړی وای، موږ باید د پاکستان په نیت باندې پوهېدلی وای، موږ باید بدیلې لارې درلودی. خدای مکه چې دغه ښه نیت مناسبات چې موږ نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره لرو، د ایران سره نسبي ښه مناسبات لرو، که دا مناسبات هم د امریکا د سیاستونو قرباني سي او موږ بد مناسبات د هغو سره هم ولرو، بیا به موږ په دغسې یو حالت کې لکه په 1988 کې، په 1989 کې چې موږ غوړي د تیرې په واسطه باندې کابل ته اکمال کوله، او داسې وضعیت د نننۍ وضعیت دپاره د تحمل وړ نه دی. خوی مقدم، بدبینی هایی که در مورد وضعیت افغانستان موجود است و مسئله مبدل شدن افغانستان به بیشتر به میدان رقابت و اینجا پرسش های در مورد نقش آمریکایی ها هم در اصفهان افغان ها مطرح است که آمریکایی ها واقعا با افغانستان چی میکنه؟ آمریکایی ها در قبال بازی هایی را که کشورهای منطقه در افغانستان میخواهند دنبال بکنند چی موضعی دارند؟ آمریکایی ها موضعگیری تازه‌ای را که میکنند چقدر به او صادق هستند؟ شما فکر میکنید که آمریکایی ها تصمیم بگیرد تا به نفع افغانستان باشه و همین نگرانی ها و پرسش های کلانی که در اصفهان عامه خلق در اصفهان افغان ها خلق است به پاسخ داده شد؟ باور ما است که هنوز افغانستان برای ایالات متحده آمریکا هدف نیست، یعنی اینا وسیله است در برابر هجمونی شدن اهداف بلندپایه ایالات متحده آمریکا و حوزه فکری که حوزه کاری که جدیداً در برابر ایالات متحده آمریکا یا در برابر منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه و به ویژه در قاره آسیا به وجود آمده. اولا بین یک بار اصطلاحی را به نام جنگ مذهب علیه مذهب، مذهب در علوم سیاسی مطرح است، وارد از این شویم. جنگ ها در افغانستان، ما اصطلاح تروریست قطعا ما استعمال نمی کنیم، یک کلمه وارداتی است. آیا واقعا طالبان تروریستند؟ آیا واقعا القاعده تروریست است؟ آیا واقعا داعش تروریست است؟ آیا واقعا مجاهدین دیروز تروریست بود؟ آیا واقعا اخوان المسلمین تروریست است؟ شاخه به شاخه جنگ های مذهب علی مذهب است که یکی را پای دیگر در برابر هم می جنگانند. دو طرز در برابر دو طرز فکر ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این دو طرز فکر مانی پیشرفت ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به قدرت های، برای رسیدن به اهداف بزرگش، یعنی برای تسخیر جهان است. یک، تفکر اسلامی و فرهنگ دینی بزرگترین چالشش در برابر ایالات متحده آمریکا. دوم، تفکر کمونیستی و کمونیسم. کمونیسم بعد از جنگ سر به نوعی مزمحل شد با استفاده از امی مردم افغانستان، با پشتیبانی که از مردم افغانستان صورت گرفت در برابر اتحاد جماهیر شوروی. روسها عقب نشینی کردند مدتی درازی و بعد صفحه جنگ در افغانستان عوض شد، جهاد مسیرش عوض کرد، با انحراف کشانده شد. آمریکایی ها وارد یک صفحه جدیدی در منطقه با قیادت و یا مرکزیت پاکستان و افغانستان شدند که فعلا این بازی با شیوه های مختلف، قسمی که جناب حکمت صاحب گفت، بله استراتژی آمریکا اشتباه نمیکنه، استراتژیشون دوامدار است. چه هر حزبی که در ایالات متحده آمریکا برای قدرت برسه اون سیستم را دنبال میکنه. بله بازی های سیاسی روز به روز، ساعت به ساعت، سال به سال، ده سال بعد، بالاخره بنا بر موانع هایی که ایجاد میشه، بنا بر گرایش هایی که به وجود می آید، بیا به شیوه های تاثیرگذاری که جدیداً تعریف میشه در حرکت ها و زوایای سیاسی تغییر پذیر است. شما استعمال بم، استعمال یک بمی که اولین دفعه استعمال میشه بعد از ساخت جدی، این میتونه چندین پیام داشته باشه. یک پیامش میتونه برای روسیه و کسایی که در این حوزه در برابر منافع آمریکا قرار گرفتن، این پیام برشان رسید که ما زنده هستیم، ما از این موقعیت استراتژیکی دفاع میکنیم. دوم، گروه های پراگنده ای که در درون نظام
نظام اینمی حکومت وحدت ملی در برابر ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن، حرفهای بالا و پایین زدن، گفت یک بار دیگه اینها را وانمود کرد، این پیام داد که ما زنده هستیم، هر فردی که در هر جایی بر ضد منافع آمریکایی ها صحبت بکنه و ما جوابگوش هستیم. نهایتا بخوایم نخواهیم چی روسیه، چی چین و چی ایالات متحده آمریکا در مجموع غرب، اینها دنبال اهداف بزرگ خودشانه، ولی ما افغان ها باید در اینجا در کجای تاریخ، در کجای هدف قرار داریم. ما این را بار بار صحبت کردیم که ما افغان ها قادر نشدیم که ببینیم که کدام کشور به نفع ماست، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کشورهای دور و نزدیک. همیشه ما را دیگرها انتخاب کردند، دیگرها سوق و سود دادند. هنوزم همین قسمی که حکومت افغانستان به صراحت اعلان کرد که ما در جریان قرار داشتیم در استعمال این بمب، ما براتون به صراحت میگم که قطعا در جریان نبودند. یعنی شاید هم قدری که یک سفرهایی را که اتمرز باگوشا و کنار جهان خصوصا به انگلستان داشت، شاید در همین توافقنامه‌ای که جدیداً شفاهی اینا با هم دیگر به نتیجه رسیدن که 4 سال دیگر جنگ تمدید شود و شیوه جنگ تغییر بکنه و استراتژی جنگ به یک حساب تغییر بکنه و ما آماده یک نوع عملیاتای هستیم در منطقه، نه با این سویه. به هر حالت ما، یعنی شما میگین که حکومت افغانستان هم هنوز به پای نبرده که آمریکا در قبال افغانستان چی میکنه؟ افغانستان حکومت وحدت ملی قطعا جایگاه خود نه در افکار ملی تثبیت کرده و نه در افکار بین الملل. نه آنچه را که مکمستر میگه که خب ما اکنون شرکای خوب در درون حکومت افغانستان پیدا کردیم و سرش میشه که حساب شوه، اما با توجه به این که خب این حرف بیانگر از این است که حکومت افغانستان روابطش نزدیکتر شده نسبت به حکومت آقای کرزی با اداره آقای ترامپ، فکر میکنید که انوس هم اداره افغانستان در خلای معلوماتی نسبت به برنامه آمریکا قرار داره در قبال افغانستان و یا هم میدونم؟ ببینید ما شما شاهد مدل های بسیار کلان ایالات متحده آمریکا در افغانستان بودیم، از نوعیت حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مواد مخدر، بیکاری، تهدیدهای امنیتی، ده ها موارد حقوق بشر، عدالت انتقالی. این اصطلاحاتی است که غربی ها برای ما آوردن. شما ببینید الان بالاتر از 7 میلیارد دارد در برابر مواد مخدر، یعنی در مبارزه با مواد مخدر مصرف شده. شما میبینید که روز به روز مواد مخدر تقویت میشه. شما بحث فسادی داری را که حکومت افغانستان در تمام جلسات های بین المللی یکی از تعهداتی که حکومت مرکزی برای دنیا داد مبارزش برای ارتباطی به اصطلاح فساد اداری بود. شما میبینید که روز به روز تقویت میشه. بحث تامین امنیت که شما در جلسه بروکسل مطرح شد، در جلسه وارسا مطرح شد، در جلسات مختلف دیگه مطرح شد، شما میبینید که روز به روز تهدیدات امنیتی تقویت میشه و سراسر کشور در زیر تهدیدات امنیتی. من به این نظر هستم که امروز هم که آمریکایی ها چه از آدرسی که هستن بحث امنیت و صلح مطرح میکنن، کلا بحث جنگ است، پیام جنگ است در برابر کسایی که رقیبشان هستند، در برابر کسایی که منافع متضاد در رابطه با ایالات متحده آمریکا دارند، منافع آمریکا را در قاره آسیا تهدید میکنند، چی او تروریست است، چی القاعده است، چی روسیه است، چی افغانستان است، چی هر شکلی که بوده باشه. حکومت برای ایالات متحده آمریکا فرق بین کرزی سیب، فرق بین دکتر سیب عبدالله و فرق بین دکتر سیب اشرف غنی و امثالی از اون نیست. اونا برنامه های خود دارند. هر نخبه سیاسی یک مرحله میتونه برای منافع آمریکا مفید باشه و یک مرحله میتونه که خریداری هم در بازار سیاست نداشته باشه. آقای ولولجی، در مورد برخورد های آمریکا در قبال افغانستان و بحث استراتژی آمریکا در برابر افغانستان، فکر میکنید که حکومت افغانستان به عنوان متحد حکومت ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه از بزرگترین بم آمریکا حمایت کردن و اعلان کردن، آقای عبدالله هم امروز گفت، آقای سخنگوی رئیس جمهور هم گفتن که در تفاهم با ما این بم پرتاب شده با توجه به عواقبی که در منطقه به ما داره، حکومت افغانستان شما فکر میکنید که در جریان است از اقدامات آمریکا و از برنامه های آمریکا و یا هم حکومت هم مانند مردم در خلای معلوماتی قرار داره؟ خب ایالات متحده در افغانستان یعنی جنگایی که علیه حزب خلق پرچم می صورت گرفت از مجاهدین حمایت میکردن و بعدا اون طالبا روی صحنه آمد. ببینین این اونقدر معمول نیست که تمامیگه به شکل دینامیک یک دینامیزم مشخص پیش بره و حوادث
اودیس میتونه سیاست ها رو تغییر بده، استراتژی ها رو تغییر بده. ببینید وقتی که اسامه بن لادن در نیویورک عمل کرد، بباشن در امریکا، در اینجا واقعا دوستی چی نداشتن، مجهز و مسلح که امریکای بول از حساب بکنن، جا با جا رفتن با قوتای قوت مقاومت که میگن، این با اینا معامله کردن، با مارشال فهیم، با آقای قانونی، با دکتر سی عبدالله، با شورای نظار. با ببینید اینا قبلا با اینا هیچ چیز دوستی نداشتن، هیچ رابطه نداشتن امریکایی و با اینا، و چون یک دم ضرورت افتاد، در اینجا وقتی که ضرورت افتاد از شرکای قدیمی خود اعلام کردن، آمدن به این طرف معامله کردن. در اینجا ما در افغانستان حال وقتی که بم که استعمال شدن، نه سر از بسیار غواص و دیگه است دیگه، و این شاید خبر داشته باشه وقتی که در حکومت مستقر در افغانستان وجود دارد و اوقدر اینی اصلا ضد امریکایی ها عمل نکردن، شعار نمیتن، گپ نمیزنن، به صفت یک دوست را میشناسن، گپ هست. اما بم است، چی 100 تن باشه، چی 1000 تن باشه، چی 10000 تن باشه، و این بم باید استعمال میشد، به خاطر از اینکه در اونجا اینا سموچه هایی که داشتن نفوذ ناپذیر بود. دکتر شب میفهمن چیز نظامی را، بم هایی که در اونجا انداخته میشه غیر بمی اتم دیگه کار نمیکنه. یک تونل، یک کوی که 200 متر 100 متر توی تونل فاصله داره، از بالا بم بندازی نمیشه. این بم ای اصلا قدرت تخریبی چی نداشت به حساب فیزیکی که ما بگوییم. یه 2 متر موندن به زمین انفجار میکنه، یعنی خودی هوا را که چی میسازن، یک دم فشار به وجود میاد، این همین فشار سبب تخریب سموچا میشه، سبب تخریب موازی که یا داشتن. فکر میکنم ده چاره وجود نداشت. این حالی ای که آقای کرزه میگه یا دیگه دوستا میگه که یک خیانت ملی است یا دیگه است، اصلا خیانت ملی نیست. وقتی که دایش می مردم ما را میکشه، دایش می تبایی را به وجود بیاره، طالب به می شکل او را کسی نمیگه که در اینجا هر کسی که از ما دفاع میکنه خیانت ملی است. اما این با خوب شد، انداخت شد، دایش مراکش از بین رفت و بعد از این متعامل شد خوبتر است. با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی، آمریکا افغانستان را در این مقطع به طرف ثبات خواهد برد و یا هم به درون یک میدان بازی کلان جنگی منطقه‌ای؟ برمان پرسی آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم، بخوای حکمت بفرمایی شما. از ما خپل باور باندې امریکا د اوس لپاره دغسی یو سیاسي برنامه نه لري چې په افغانستان کې دی جنگ د یو کال یا دو کالو یا معین وخت په جریان کې ختم کی. ولی هغوی د جنگ لپاره، د جنگ د دوام لپاره برنامه لري. د امنیت شورا د مشاور د خبرو څخه داسې معلومیږي چې دوی جنگ ته آمادګي نیسي، د صلح لپاره نه. د صلح خبرې تاسو ولیدل څو ورځې مخکې په مسکو کې د صلح د خبرې ناسته وله. د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان د یو د جنگ د اصلي لوبغاړي په صفت باندې لازمه وله چې هلته یې ګډون کړی وای او خپل سیاست یې هلته کړی وای. زه وایم چې امریکا د اوس لپاره عجله برنامه د جنگ لري، خو خدای دې وکړي چې د دې تر شا د صلح برنامه هم وسي. آقای مقدم شما هم بفرمایید که خیلی کوتاه. باور من است که امریکایی ها روی نسل جدید کار میکنن. انتخابات آینده را کماکان روابط خود با حکومت وحدت ملی خواهند داشت و در نهایت در انتخابات بعدی قطعا اینا مداخله میکنند. از بدنه طالب، مجاهدین و نیروهای غربی و گروه های فشار استفاده میکنند تا یک حکومتی که به زعم خود امریکایی ها بتواند تاثیرگذار در منطقه باشد و شرکای خوبی در منطقه بوده باشند روی از این کاملا کار میکنند. آقای ولولجی کوتاه خود باشه. موضوع منافع مطرح است. در هر کشور در اول که انجام میتونه در اون منافع خودش نیفته است. باز یک شریک های ازی که است و از چی سودی میتونه برای مربوط به خود یک قوات است که با کشورهای بزرگ همکاری داره یا دشمنی. بسیار تشکر آقای ولولجی، آقای حکمت و آقای مقدم از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. و شما تشکر بنده عزیز تا برنامه بعد، خدا نگهدار.